که هر بندی که بر بندی به درانم به جانم تو، که هر بندی که بر بندی به درانم به جانم تو. نخواهم عمر فانی را، توی عمر عزیز من. نخواهم جان پرغم را، توی جانم به جانم تو. با عرض سلام و تجدید ارادت، با مهمان گرانقدری هستیم، آقای مهندس داوود گواری، در مورد زبان، زبانهای باستانی، دین و تاریخ و تحولاتی که دین در فرهنگ ایجاد میکنه با ایشان صحبت میکنیم و از آداب و از تغییرات و سیاست‌ها و تکنیک‌های دین‌های مختلف در طول تاریخ و برخورد ادیان با هم، نقش زبان در دین و بسیاری از مسائل دیگری که مرتبط با فرهنگ و ارزش دینی هست با این مهمان صحبت می‌کنیم. جلسه چندمی است که با ایشان نشست داریم و آرزو می‌کنم که یک پنل مشترکی با دوستان دیگری که داریم، به خصوص سه نفر از سروران ارجمندی که در این نوع برنامه ها با من مشارکت میکنند و منو یاری میکنند، از وجود اونها استفاده بکنیم و یک پنل پنج نفره درباره موضوعات مشترکی که دربارش صحبت شد برقرار کنیم و از دانشمند محترم دکتر زمان استنزای و همینطور از دکتر علی آریافر، دکتر حمید سجادی و همینطور از آقای مهندس داوود گواری و خود این حقیر یک نشستی تشکیل بدیم و به صورت پنل پنج نفری، به صورت غیر رسمی و دوستانه، در مورد موضوعات فرهنگی و تغییراتی که فرهنگ در دین ایجاد میکنه با هم داشته باشیم. و قصد ما از همه این کارها این نیست که برای دین خاصی تبلیغات کنیم یا دینی رو مورد انتقاد قرار بدیم یا دشمنی بین افراد برانگیزیم، بلکه کار ما در اینجا آشنا کردن شما با واقعیت هاست، با حقایق. به جای اینکه شما بروید و روزها و سالها در قسمت‌های پراکنده اکتساب معلومات و محفوظات بکنید، دوستان شما و خادمین خدا این کارها را در مدت عمر خودشون انجام دادند و هر کدام با توشه‌هایی از 40 سال، 50 سال مطالعه در خدمت شما هستند. وقتی یک پنل پنج نفری به این ترتیبی که نام بردم بنا میشه و در مقابل شما قرار میگیره، در واقع 300 سال تجربه علمی و مطالعه رو با خودش همراه داره و در واقع شما به یک کتابخانه مراجعه میکنید که بیش از 300 سال مطالعه و تجربه درش هست و پاسخهای خودتون رو از این پنل دریافت میکنید. و همه اینها به خاطر اطاعت امر خداست که میگوید بیان رو آزاد کنید و اقوال رو در اختیار مردم بگذارید و بگذارید که مردم با عقل و اراده و اختیار بهترین ها رو که خودشون انتخاب میکنند و شناسایی میکنند گزینش کنند و به این وسیله بشریت به طرف تنویر و تکامل قدم برداره. و ما دقیقا همین کار رو میکنیم. سوالاتی که من از مهمانان برنامه میکنم دلیل بر این نیست که واقعا ایشان یا من این سوالات و جوابها رو ندانیم، اما این سوالها رو طرح میکنیم به این خاطر که
صدها هزار نفر از دوستان ما بشنوند و کسانی که نظریه‌ای در این مورد دارند فرصت داشته باشند که بتوانند در این موارد با ما صحبت کنند. ما از ساعت 6 بعد از ظهر امروز، یعنی در حدود 40 دقیقه دیگر، وارد برنامه جدیدی می شویم، پیوند با مردم به صورت زنده، و در اون برنامه خطوط تلفنی باز خواهد بود و از موضوعاتی که در ساعت‌های گذشته مطرح شد و موضوعاتی که در خود اون برنامه مطرح میشه پذیرای نظریات شما مردم عزیز و محترم هستیم و امیدواریم که این خدمت ناچیز ما مورد قبول حضرت حق و مورد قبول شما دوستان قرار بگیرد. امروز شما رو خسته کردیم آقای یواری. نه ویکتور، باعث افتخار من در کنار شما باشم. باعث افتخار من اوربان. یک موضوعی که خیلی اکراه داشتم که مطرح بکنم یا مطرح نکنم، البته ترسی من در هیچ کاری ندارم، ولی نمیدونم، یک احساس گنگی دارم که این مطالب رو به این شکل مطرح بکنم یا نه، ولی در این حال اینها چیزهایی است که باید گفته بشه و مردم رو به فکر فرو ببره. این است که من بدون اینکه اظهار نظر کنم و اظهار عقیده کنم، فقط مایل هستم که کسب اطلاع کنم و مردم رو در جریان اطلاع قرار بدم، بدون اینکه شما یا من در مورد درست بودن یا غلط بودن این کار از نظر اخلاقی اظهار نظر کنیم، اون رو واگذار به مردم میکنیم. من به مکه مشرف شدم، با وجودی که من الان از نظر عقاید قرآنی فعلی که دارم در شرایط نامناسب امروز اقتصادی دنیا انفاق رو بالاتر از حج میدانم و فکر میکنم که عبادت انفاق که در قرآن دستور داده شده از زیارت حج واجب تر باشه و به طور کلی به هیچ عنوان ترغیب و تجویز نمی کنم که کسی پول جامعه فقیر جهانی رو که هر روز 20,000 نفر بچه صبح به صبح از تشنگی و گرسنگی می میرند، شما 6,000 دلار 10,000 دلار به پادشاه سعودی بدهید که قمارخانه هایی با ارتفاع بیشتر در دنیا بنا کند و فاحشه‌خانه های بیشتری در دنیا بسازد. من ایستادم پشت این کار. یعنی من وقتی اعلام میکنم که با پولی که شما به مکه میبرید علاوه بر قمارخانه که در سابق ساخته میشد الان فاحشه‌خانه ساخته میشه، کسانی که از طرف اونها مدعی این حرف هستند و معترض بیایند و اسناد این سرمایه گذاری ها رو مشاهده بکنند. به هر حال در مورد مکه همونطور که سوال شد و در یکی از سخنرانی های دکتر عبدالکریم سروش که گفته بود که این خانه کعبه چندین ده بار با خاک یکسان شده در مرور زمان و با حمله دشمنان، با آب، با خاک، با باران، با چیزهای دیگه و از نو ساخته شده و این یک بنای یاد بوده و قابل احترام، اما این چیزی نیست که از زمان حضرت آدم این ساختمان به جا مانده باشه تا امروز و تغییر هم نمی کنه که چند بار شما این رو بسازید، چه طول و عرضی به این بدید. هیچ کدام از اینها مانعی درش نیست و فقط یاد بوده بنایی است که ما رو به نام به یاد توحید بیاندازه. اما چیزی که اکراه داشتم و هنوز هم اکراه دارم که در موردش از شما و نظر شما سوال بکنم و ببینم که آیا این کار سابقه ای در آیین یهود و مسیحیت داره یا نداره، این موضوع رجم سمبول شیطانه در مکه که رجم به معنای دور کردن و طرد کردن که اصطلاحاً با پرتاب سنگ این دوری حاصل میشه، ولی خود رجم
معنای سنگ در عربی نمیده، معنای طرد و دور کردن معنی میده. و وقتی میگویند که شیطان رجیم، نه اینکه شیطانی که خدا بهش سنگ زده باشه، یعنی شیطانی که دور شده از خدا و از عنایت و از لطف و از نعمت خدا فاصله گرفته. به این لحاظ بهش میگن رجیم، نه به معنای سنگ خورده، چون خدا که سنگی به کسی نمیزند. حالا با این مقدمه، شما وقتی که به مکه میرید، در اونجا یک سنگی هست که این سنگ رو در یک قابی قرار دادند و اون قاب و شکلی که اون قاب داره به هیچ عنوان مناسب تقدس اون محل و هدف اون محل نیست. میخواستم از شما سوال کنم که این کشش به طرف فیمیل سادیک سکشوالیتی که وجود داره در اونجا با این قابی که سنگ رو در درون او گذاشتن و شکل خاصی که برای او ایجاد کردن، آیا این در ادبیات کهن یهود و مسیحی هم ریشه داره یا این از کجا میاد؟ آیا تو قبلا درباره ترس بگم، کسی که ایمان به خدا داره نه از رزق فرداش میترسه نه از شخص دیگه. ببینید یه پرنده کوچیکی برای خودش توشه نمیاندیشه، شب میره میخوابه، صبح میره غذاشو پیدا میکنه. پس اون پرنده از ما مؤمنتره، با خداتره، ایمانش بیشتره. این از ترس. از اون لحاظ ببینید، حتی در مسیحیت هم ترسیمایی هست که اون حالت لوزی شکل کشیدن که مسیح از اونجا خارج میشه. متوجه هستید؟ در قدیم، یعنی اشاره به سیستم تناسلی زن، بله، ماده میکنه. ماده میکنه. و اینا هم گرفتن اون قابو که آلومینیومه و سنگ در برداره، به صورت آلت تناسلی مؤنث ساختنش. هیچ موردی هم نداشته که این کارو بکنن. نه، قاب رو به این شکل در بیارن. میدونی اینا به قدری پول دارن و خوش میگذارنن، فقط فکر خندن، بشینن بگن دیدین اینا کارشون اینه. نه، کسی که ایمان نداره به هر کاری دست میزنه فقط براش انترتینینگ بشه. این به نظر من نباید چنین کاری بشه. مسلمان ها اصلا باید شکایت کنن، من کنن آقا شیپی دیگه ای نیست که این سنگ چرا به این حالت سنگ در چنین شکل قابی گذاشتین. سابقه تاریخی دینی این شکل از کجا شروع میشه؟ ببین، آفریدگار هم به وجود آورد، هم به کسایی قدرت به وجود آوردن داد. برای مثال زن و مرد رو می آفرینه، دیگه در آفرینش بچه هاشون دخالت نمی کنه، چون اون سیستم بیولوژی رو بهشون داده و قانونی رو که میگذاره، میبینیم هر چیزی که لوزی شکله آفرینش به وجود میاره. پوست ما دایموند شیپ هن، پوست خراش میشه و خود پوست به وجود میاره، ترمیم میشه. مارم همینجور و اون شیپ آلتونیستن به صورت به این صورت کرده که خود اختیار زایش داشته بشه، دیگه هر اموری دخالت نکنه. برای همین حتی در فریوی ها میبینین کارپولی علامت دایموند شیپ گذاشتن، یعنی بیش از یک دوتا، یک دوتا بیش از آن معنی موجودیته، یعنی به تولید و تکثیر اشاره میکنه. بعد اینا یا حالت مزاب و مسخره ایجاد کردن یا از مسیحا تقلید کردن، چون مسیح داره خارج میشه، مسیح به صورت یک آدم بالغ داره از چنین شیپی خارج میشه. ولی به طور کلی این جریان ستار گیت خیلی مورد اهمیت بوده که الان علم به اینا ورم هول بهشون میگه که چجوری میتونی جهان و طریق این ورم هولا از این جهان به جهان دیگه بری در عرض مدت کمی. این فرضی همیشه بوده و اینا این شکل لوزی همونطور که فرمودید در تاریخ ادیان هم مربوط به بهشت میشه، هم مربوط به مار میشه، هم مربوط به هوا میشه، هم مربوط به تولید مثل میشه.
هم مربوط به فریب و نیرنگی میشه که در آثار یهودی دیده میشه، در آثار توراتی دیده میشه که اون جنس ماده باعث فریب و باعث چنین چنان میشه و اصلا اون رابطه جنس ماده با مار و نهایت امر این که تولید انسان رو از دریچه چشم شیطان نگاه میکنند و انسان که قادر به گناهه و اساسا وجود انسان و طرد انسان از بهشت بر مبنای گناهی است که آدم مرتکب میشه و حوا مرتکب میشه و حوا دارای این خاصیتی بوده که تولید مثل میکرده و اون گناه رو منتشر میکرده. همه اینا میتواند که در داستانهای طولانی تری بیان بشود و پایه و اساس اون شکل و اون سمبول باشه که به نوعی به شیطان مربوط باشه. ولی سوال من این است که آیا چه لزومی داشته که یک کار سمبولیک که رجم و دور کردن شیطان باشه در اونجا با چنین قابی که ترسیم و ساخت و معماری بشره و یک هنرمند و یک آرشیتکت این کار رو کرده و به دستور کسانی همین کار رو کرده، در صورتی که می توانسته که یک شکل ساده‌ای باشه که فقط اون سنگ رو در خودش نگه داره. خیلی خاص کردم نماد زایشه، وقتی این نماد بذارن اونجا اینا رو این اصول میگن که تعداد مسلمان زیاد شه، رو این فرضیه پیش میگن، یعنی اگر ازشون بپرس سنگ میذارن اون وقت سنگ فرضیات مختلفی داره که برز میکنم به این قابی که ساختن اگر جنبه تولید و تکثیر هم داشته باشه، جز اینکه این رو نماد شیطان بدانن که مستحق سنگ خوردن باشه، اگر که این نماد تولید و تکثیر باشه که این در واقع کارخانه خلقته، به این سنگ نباید زد، به این بی احترامی نباید کرد. یعنی موضوع خیلی پیچیده ایه. من خب سوال از شما میکنم، این قانون حضرت گذاشت رجم رو؟ من فکر نمی کنم. من اونقدر ما در تاریخ دستبردگی می بینیم و یکی از بزرگترین اشکالات ما در این برنامه حذف تاریخ از قرآنی که اگه کسی می خواد اسلام رو یاد بگیره، اسلام رو در داخل این دوتا مقوایی که این طرف و اون طرف این کتاب گذاشتن از این خارج نمی شه شد، چون کتاب میگه من کامل هستم. اگه کامله که هر کس می خواد هر چی یاد بگیره از قرآن یاد می گیره. من شخصا وارد مبانی و مراسم و تاریخ و اینها نمیشم، ولی در این میزبانی از شما این افتخار رو دارم که در ارتباط با موضوع زبان و تاریخ این سنت هایی که همه اینها مانع رسیدن به اصل کتاب و اصالت دینه، اینها رو مطرح بکنیم و سوال بکنیم از کسانی که طراحی کردن این اشکال رو و اینها رو، که وقتی این سوالاتی که من میکنم سوالات من نیست، من هم سوال رو میدانم هم جواب رو میدانم، ایشان هم همینطور. ما این سوالات رو میکنیم که این سوالات جوانه های ما، سوال های پیر های ما، سوال های افراد مسلمان غیر مسلمانه، که وقتی سوال میکنن شما چه پاسخی دارید که به اینها بدید؟ وقتی که از شما سوال میکنن که مقدس ترین مکانی که میرید این شکل و این هیبت رو نشان شما میدن و اگه بگویید که این مقدسه چرا سنگ میزنید به او؟ اگر بگوین نه مقدس نیست، که چرا به یک امر مقدس چهره نامقدس دادید؟ و همونطوری که گفتید، جز این که بگوییم که این نوعی بی ایمانی و دهنکجی و لجبازی با ایمان مردمه و به ریش مردم خندیدن، همون چیزی که دقیقاً در قرآن ذکر میکند که این افراد وقتی خارج هستند به اونها میگویید که ایمان بیاورید، میگویند که به درستی ایمان آوردیم، و چون با شیاطین خود خلوت میکنند میگویند که ما اونها رو به بازی گرفته ایم. و اذا لقوا الذین آمنوا
و چون گفته می شود به ایشان که ایمان بیاورید، قالو آمنا، می گویند که ایمان آوردیم. و ازا خلا الی شیاطینهم، و چون خلوت می کنند به سوی شیطانهای خود، قالو انا معکم، می گویند به درستی ما با شما هستیم، ما هم مثل شما شیطان هستیم. انما نحن مستهزئون، ما تنها اینها را استهزا می کردیم، ما اینها را ریشخند می کردیم، همونطور که فرمودید به ریش اینها می خندیدیم و اینها را مسخره می کردیم. الله یستهزئ بهم، خداوند اونها را استهزا خواهد کرد. و یمدهم فی طغیانهم یمعهون، و اونها رو تداوم می بخشه در طغیانی که می کنند، که کوروار، مثل مگس هایی که کور هستند، مثل خفاش کور به در و دیوار اصابت کنند به جای اینکه مسیر مستقیمی داشته باشند. بسیار بسیار این آزاردهنده است و کسانی که این کارها رو می کنند و این قدرت ها رو که قدرت های شیطانی است به دست می آورند، از یک جا در یک جایی قبل از اینکه شما وارد محوطه زیارت بشوید نوشتن که ورود غیر مسلمان، منظور غیر مسلمان محمدی است، به اینجا ممنوع است. اون وقت در جای دیگه شما میبینید که ملکه الیزابت رو و یه عده‌ای هم که همراه ایشون بودن، خانم هیلری کلینتون، خانم هیلری کلینتون، اینا هم وارد کعبه شدن، داخلش رو دیدن، ولی یه زن مسلمان حق نداره بره اون تو. بله میفهمید. این غیر مسلمان حق نداره بره اونجا. ببین انگلیس ها چه مامورانی داشتن. ماموری بود به نام سر ریچارد برتون، نه این ریچارد برتون که شوهر الیزابت تایلور بود، ماموری بود. این رفته وارد اونجا زیارت کرده و تمام اعمال رو انجام داده و اینا نفهمیدن این انگلیسیه. ببین چقدر تسلط به زبان عربی داشته. الان قبرش در لندن، الان نیو جنریشن اهمیت نمیدن، ولی پدران اینا قبرش برای اونا زیارتگاه بود که چنین ماموری داشتن. خب لاغر اون در پنهانی بوده، نگفته من یک مسیحیم، ولی خانم ملکه الیزابت و اینا که به اسم مسیحی هم چطور اینا میتونن برن ولی یه مسلمان نمیتونه وارد کعبه بشه ببینه چی اونجا هست. ما میبینیم که در کشور ایران، حالا عقایدشون درست غلط هرچه هست مربوط به خودشونه، یک قانون دارن به همه هم تحمیل میکنن یا اعمال میکنن یا زور میگن یا هرچه یه میکنن. میگوین که زن در این سرزمین باید موهاش پوشیده باشه. حالا قرآن گفته نگفته، هر کی هر کاری گفته، هر چی گفته، این قانون ماست و این قانون رو اجرا میکنیم. هر کس هم غیر مسلم باشه به ایران بیاد، در داخل کشور ایران باید روسری سرش بکنه. و تا امروز هم اعمال کردن، به مسیحی، به یهودی، به مسلمان، به هر کی. شما وقتی به عربستان میرید، وقتی که پادشاه عربستان یا حکومت عربستان به زن اجازه رانندگی نمیده، به زن اجازه نمیده که صورتش معلوم باشه، صورتش رو باید بپوشونه و بسیاری از مزایق دیگری که برای زنها فراهم میکنن و میگن این قانون اسلامه و باید اجرا بشه، اون وقت همینها پذیرای مهمانانی هستند که اون مهمانان به هیچ عنوان این پوشش یا این حجابی رو که اونها اسمش رو اسلامی میگذارند ندارند و اینها در مقدسترین مکانها در عربستان پذیرفته میشن. و حکومتی که برای اینکه زنها دستشان از آستین بیرونه اونها رو اعدام میکنن، اونها رو سنگسار میکنن، پادشاه عربستان که نماینده خداست و گاردین و حافظ خانه خداست، نماینده خدا روی زمینه در حفظ خانه خدا، این چطور دست میده در کشوری که حتی دیدن دست زن جرمه؟ اون وقت یک زن نیمه عریانی در کاخ پادشاه وارد میشه، در کنار اون مینشینه
و بعد هم پادشاه او رو مشایعت میکنه و بعد هم با او دست میده. قصد من این نیست که دست دادن خوبه یا بده، یا لباس روسری داشتن خوبه یا بده. من در اون موارد احکامی که به نظرم رسیده قبلا بیان کردم و احتیاجی نیست که اینجا تکرار کنم. سوال من این است که این افرادی که دین اسلام رو به این روز کشیدن و اگر جایز بود که ما مباحث سیاسی رو مطرح بکنیم، جنایات سیاسی اینها رو در دنیا و بدبختی هایی رو که برای مسلمان های دنیا به وجود آوردند و بدنام کردن مسلمانان، بدنام کردن قرآن رو، همه اینها رو اینها انجام دادند و به نظر من در هیچ تاریخی نه اینها نه اجداد اینها از زمان پیامبر تا امروز نه مسلمان بودند نه مسلمان خواهند شد و همه اینها اسلام رو به کار گرفتند، به بازی گرفتند و مورد سوء استفاده قرار دادن. نظر شما چیه؟ کاملا درسته. من اگه اجازه بدین داستان وحشتناک رو براتون تعریف کنم که اینا سر یه امریکایی چیکار کردن. یه مهندسی بود، تخصصش در خاموش کردن آتش پالایشگاه بود. این حتی در زمان رژیم گذشته پالایشگاه آتش گرفت، اینا اطلاع دادن این امریکا با جد رفت و اون آتش رو خاموش کرد. این یه روز برای من تعریف کرد، یه مهمانی داده بودیم، همه اونجا بودیم. گفت یه امریکایی مهندس مکانیک مال پالایشگاه رفته بوده در مکه برای کار، ماموریت داشته در شرکت اینا، و یه از همین شیوخ یه مردی که دوتا بچه و یه زن در تگزاس داره اومده بود ازش تقاضای جنسی کرده بود و این مرد امریکایی مخالفت کرده بود. از مرد تقاضای جنسی کرده بود؟ بله. پاسپورتشو ازش گرفته بودن، همه ازش گرفته بودن و مجبورش کرده بود که باش عمل جنسی انجام بده. این زنش اینجا میره به سفارت، به کنسول، به امریکا، به همه جا سر میزنه، با وزیر امور خارجه صحبت میکنه که مسئولیت شما از یه امریکایی در جایی دستگیر شه، شما باید بیارینش. اینا گفته بودن شوهرت به اختیار خودش رفته، ما با یه دولت عربستان میمیانه اونو به هم بزنیم سر شوهرتو. منتها شانسی که آورد کارخونان پالایشگاه، من جمله همین آقایی که برام تعریف میکرد، اینو فراری داده بودن، برده بودن محل پالایشگاه که ادوات یدک رو میذارن و ادواتی رو که خراب بودن میذارن تو باکس، دوباره پس میرسن به آمریکا و اون ادوات رو دوباره تعمیر میکنن میارن. اینو در یک جعبه گذاشته بودن و جعبه رو میخکار کردن که این پارتیه که داریم پس میفرستیمش و اینو به آلمان، یا هواپیمای کارگو اینو به آلمان برد، اونجا اومد به امریکا. به این طریق تونست نجات بده و دولت آمریکا اینقدر ضعیف بود که این یک امریکایی رو نمیتونست نجات بده دست اینا. یه واقعیت محض، شاهد است. آیا این دیگه چه نوع رذلیه، چه نوع پستیه؟ این کجاش اسلامه، کجاش مکه است، کجاش کعبه است؟ حالا خیلی چیزها رو بیلیون ها دلار خرج میکنن که بوش کسی نرسه. چه کسایی رو میخرن که چیزی نگه؟ ما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، همونطور که چند لحظه پیش عرض کردم، میبینیم که قرآن از اهل کتاب نام میبره و میگوید که طعام اهل کتاب برای شما مجاز و حلاله، ازدواج با اهل کتاب برای شما مجاز و حلاله. و اهالی کتب در قرآن ما نداریم، اهل وابسته کتاب، یک کتاب، یک قانون، یک روش، یک دین، اهل کتاب. و واژه دین هم در قرآن به صورت مفرد به کار رفته، به نام دین، به نام آیین، به نام چیزی که به او باور و اعتقاد دارید. چطور هست که ما از یک دین واحد که حتی در قرآن به پیامبر میگوید که به مردم بگو که دین جدیدی برای اونها نیاوردی، به اونها بگو که من مأموریت دارم که شما رو به دین ابراهیم برگردانم،
رجعت دهم که دین او یعنی دین ابراهیم دین اسلام بود نه اسلام محمدی اسلام ابراهیمی اسلامی که تسلیم امر خدا بود و ابراهیم اسلم بود یعنی مسلم ترین بود تسلیم شده ترین بود هیچ کس من جمله رسول اکرم در میزان تسلیم به حق در مقام ابراهیم نیست چون این مسلمان است محمد مسلمان است ابراهیم اسلم است بنا به گفته قرآن مسلمان ترین مسلمان هاست و ما نگاه می کنیم که در معبر تاریخ افرادی که به عنوان سهامدار شرکت دین و به عنوان والیان بی جواز وارد میدان شدند در طول تاریخ از دین واحد توحیدی ابراهیمی چه مذاهب در هم و بر هم و در حال جنگ و گریز با یکدیگر ساختند چطور به آیین توحیدی موسوی رنگ سیاسی و رنگ جدایی و اختشاش دادند و چگونه مسیحیت رو که هیچ قانونی در مسیحیت وجود ندارد جز قانون عشق جز قانون دوست داشتن جز قانون پاک بودن جز قانون طهارت داشتن و در طهارت و تزکیه و در پاکی به حریم خدا رسیدن یعنی اوج عرفان رو در آیین مسیح بیان میکنه و بر این عقیده است که انسان اگر به درجه رشد و تزکیه و طهارت برسه احتیاجی نداره که خدا برای او وضع قانون کنه خدا به انسان حکمت میده خدا به انسان کتابت میده خدا به انسان نیروی تزکیه میده و این انسانی که از تزکیه و حکمت و نزاکت برخورداره با عقل و شعور و مسئولیتی که داره برای خودش قانون وضع میکنه و این قوانین قوانین دینی است نه قوانینی که خدا وضع میکنه خدا برای هستی قانون وضع میکنه جبر خدا بر تاریخ و بر کائنات و بر همه موجودات است در مورد انسان بخشی از وجود انسان دارای اختیار است و در اون بخش است که انسان می آموزد و دارای تکلیف و مسئولیت می شود این همه جنگ و جدال و این همه کشتار و این همه جدایی و این همه فراق نتیجه عدم توجه به مفاهیم دینی و فریب گروهی به نام فقیه و دین شناس در انحراف به دین است سوال مهمی که می تواند که بازگشای سوالات بسیار جنبی دیگری باشد این است که وقتی که خدا به انسان اختیار می دهد و وقتی خدا به انسان مسئولیت می دهد و وقتی خدا برای انسان مکافات و پاداش قائل می شود آیا این خدا می تواند که غیر از پیامبران افراد دیگری رو هم بفرستد که این افراد بر شما دارای اختیار باشند و دارای اراده باشند و از طرف خدا حکم پادشاهی گرفته باشند و اجازه حکومت به شما داشته باشند باز هم شما مسئول باشید سوال من رو دریافت فرمودید این منو این سوالتون جواب ده ولی این منو به این میرسنه آقای دکتر ببین مهمترین ارگان یک بدن مغز و قلبن و مغز گرسنگیش یعنی ارضا میشه با اکسیژن تا اکسیژن نگیره زنده نمیمونه میمیره و قلب توسط خون اکسیژن رو میرسونه به مغز و مغز خون رو خنک میکنه پس میفرسته یعنی این مغز و این قلب یه معامله بده بسون با هم دارن آفرین متوجه هستید رابطه ما با خدا همینه
هم خدا به ما احتیاج داره، هم ما به خدا احتیاج داریم، و رابطه ما این ایمانه. ایمانو چنین پیامبرانی آوردن که بشناسونن که رابطه‌مون با پروردگار به چه گونه میتونه باشه. ولی در طول تاریخ اینا رو به شوخی گرفتن و ما رسیدیم به جایی که الان هستیم. ببینید دولت عثمانی در ابتدا مثل سلیمان دی مگنیفیشن بهش میگن، چقدر عدالت اسلامی به خرج میداد، چقدر دولت عثمانی قوی شده بود. داماداشو دار زد به خاطری که دوز اختلاس میکردن، زور میگفتن، شخصی به مال یهودی رو نپرداخته بود، چه مجازاتش کرد، کسی مسیحی رو مسخره. ببین چه قدرتی براش آورد، و به مجرتی که اینا شروع کردن تحت تأثیر احزاب دیگه ای رفتن، تحت تأثیر ملل دیگه ای رفتن، ادیان دیگه ای رفتن، به چه زوالی افتادن. این عربستان هم به همین صورته، دوران زوالش رسیده، برای اینکه از اون خطی، از اون رابطه‌ای که برای مردم به وجود بیاره که رابطه خدا و انسان باشه، از اون بیرون اومده. یعنی انسان میتونه که روی کره زمین نماینده خدا بشه و از حد پیامبران بالاتر بره و برای مردم تعیین تکلیف بکنه؟ نه، در حالی که پیامبران نمیتونه. برای مردم تعیین تکلیف نمیکردن، اونا همین داریم میگیم رسول بودن، رسول بودن، نیومدن صندلی بگیرن و بشینن و دستور بدن. نه، این نیومدن، و خودشون در این را بیشتر زحمت کشیدن. خب موسی معلوم نیست چی شد، رفت رکوع و میگن فرشته اومد بردش، بعد شیطان گرفته بود ازش، گفته بود این مال منه، چون آدم کشته، این میاد جهنم با من و با فرشته دعوا میکنه. اون نمیدونیم، ولی مسیح به چه ظلمی، به چه اذیتی از دنیا رفت. میبینیم حضرت چقدر آزار و اذیت دید، چه جنگایی کرد، و لازم نیست اینا رو بکنه، پس اینا رو برای هدفی کرد. چیزی هم از این دنیا با خودش نبرد غیر از اون انسانیت و اون وظیفه‌ای که داشته. چگونه میشه به مردم آموزش داد که این مردم دنیا، شما در قرآن که به نظر ما کتاب انتهایی است و کتاب کمال انتهایی است، ملاحظه میکنید که به پیامبر اسلام میگوید که من، یعنی خدا، در وکالت مردم کفایت میکنه. به عبارت دیگه به رسول اکرم میگوید که تو وکیل مردم نیستی، به او میگوید که تو وکیل من هم نیستی، تو نه وکیل مردم هستی، نه وکیل من هستی، تو نه اجازه هدایت داری. بسیاری از مردم دیده شده که از پیامبر به عنوان هادی اسم میبرند که پیامبر هدایت میکرده، پیامبر نه توان هدایت کردن داشته، نه اجازه هدایت کردن داشته. نه در روز روشن میگفته من مثل شما یه انسانم، خطا میکنم، اشتباه میکنم، قضا میخورم و میمیرم. بالاتر از همه به پیامبر گفته تو مسئول اعمال مردم هم نیستی، یعنی اگر کسی خطایی کرد به تو اجازه داده نشده که او رو تنبیه کنی، قانون باید او رو تنبیه بکنه. شما همین رو ببینید در قرآن، ضمن اینکه قوانینی در قرآن وجود داره، همیشه این مورد بحث من بوده و در مقابل این سوالی که اگر قرآن کتاب قانون نیست، پس این قانونهایی که در قرآن نوشته شده، مثل اینکه زانی رو شلاق بزنید، پس این چه معنی میده؟ من این قانون قرآن رو در کنار قانون مهمتری قرار میدم که به پیامبرش میگه تو مسئول اعمال مردم نیستی، یعنی اگر کسی زنا کرد محمد به تو مربوط نیست. وقتی هدایتش این صراحت میگوید، پس کی ما باید زناکار رو شلاق بزنیم؟ وقتی که از بیعت و توکیل و شورا میگذرد و وضع قانون میکند، یعنی در شورا مردم، من و شما، قانون میسازیم و چون من و شما مسلمان هستیم به قانون قرآن توجه میکنیم و ممکن است قانون قرآن رو به کار بگیریم و مورد تقنین قرار بدیم. اون وقت اگر کسی زنا کرد به موجب قانونی که من و تو ساخته ایم، نه به موجب قانونی که خدا ساخته است، به موجب قانونی که من و تو در سیستم پارلمنتری یا در سیستم شورایی تصویب کردیم و تقنین کردیم، یک زانی ممکن است که مجبور باشد که این شلاق رو تحمل کند.
ولی اگر من وضع قانون نکرده باشم و اگر قانونی به وسیله مردم به وجود نیامده باشد، حتی رسول اکرم اجازه ندارد که اگر دید در حضور او زنا می کنند بدون اینکه حق حاکمیت از طرف مردم داشته باشد در کار مردم دخالت کند. اون چه که در قرآن می گوید بر مردم حکومت می کند قانون است. قرآن کتاب تحکیم نیست، قرآن کتاب تعلیم است. هیچ کجای قرآن نگفته است که قرآن به شما تحکیم می کند، می گوید قرآن به شما تعلیم می کند. چندین ده بار من در این برنامه ها این آیه محکم و مهم قرآن رو برای شما خواندم و امروز هم برای صدومین بار همین کار رو انجام می دهیم. یسبح لله، آیه شماره 62، سوره شماره 62، سوره جمعه. به نام اون خدایی که همه اجزاء هستی در حال تسبیح او هستند، عزیز است، ملک است، قدوس است، حکیم است، چنین است، چنان است. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اوست خدایی که برانگیخت از بین مردمی که شما میشناسید اون مردم رو، امی هستند، هم مادر هستند، هم ریشه هستند، شناسای شما هستند، رسولی رو از بین شما برانگیخت. یتلو علیهم آیاتهی، که تلاوت کند آیات خدا را برای ایشان، و یزکیهم، و اونها را تزکیه کند از طریق قرآن، و یعلمهم الکتاب، و تعلیم بدهد از قرآن به اونها کتابت رو. نگفته است که تحکیم کند بر اونها، گفته است تعلیم کند بر اونها. والحکمه، و حکمت رو، تعقل رو، اندیشه کردن رو، و همینطور قانون وضع کردن و کتابت داشتن رو به اونها تعلیم بدهد. قرآن کتاب تعلیم است. انسان اجازه تحکیم دارد در سایه حکومت قانون. چطور میتواند که یک کسی در عربستان، در سربستان، در هر بستان دیگری از طرف خود نماینده خدا بشود، که حتی اگر این نماینده خدا رسول خدا هم می بود اجازه تحمیل و اجازه تحکیم نمی داشت؟ چه رسد به این که هیچ سمتی ندارد؟ به دقایق پایانی این برنامه می رسیم. از شما این سوال رو دارم که ما برای برطرف کردن این بزرگترین معضل بشریت در تمام طول تاریخ چه می توانیم بکنیم که به این کار و رفع این نقیصه کمک بکنیم؟ ببین آقای دکتر، خیلی عذر خواهم، معنی هار شدن رو شنیدین؟ بله. متاسفانه الان بشر داره رو به هاری میره، فکر میکنه اگر خدا رو بشناسه، پیامبر خدا رو بشناسه، با اونا باشه، عقب افتاده میدوننش. یه همچین، چون میگن قرن 21مه، در مغز ما یک جای خالی هست که فقط ایمان به خدا میتونه اونو پر کنه و ما رو قوی کنه. شخصی بود ادعا میکرد خدایی وجود نداره، ولی گفتن تو همسر داری، بچه داری، پدر مادر داری، هیچ روز خدا تنها نیستی، این همه دور تو گرفتن، برو تنها باش، بی کس و کار باش، ببین چقدر میترسی از زندگی، ببین چه حالی به دست میده. اونجاست که ایمان به دردت میخوره، اونجاست که ایمان به کمکت میاد. سو این پیامبران اومدن اون جای خالی که در مغز ما پروردگار به وجود آورده، مثل استادی که 70 فن نشون میده 2 فن یاد نمیده، در ما گذشته که بیش از فراتر از گیلیم پامون دراز نکنیم. متاسفانه خیلی اینجوری فکر میکنن که اگه به ایمان و به پیامبر خدا، حالا هر دینی و ایمان بیارن،
مولن و... ولی نه آقای دکتر، الان امریکایی استیمت کردن 300 سال دیگه کره مریخ و قابل زندگی خواهند کرد، یخها رو آب خواهند کرد، گازهای انداخت. من میگم در اون لحظه هم بشر به خدا احتیاج خواهد داشت، چون بشر همون بشر خواهد، عوض نشده، همون بشره. چیزی که عوض شده محیط دورش عوض کرده، ولی اون ضعف درش هست. این ضعف فقط ایمان میتونه پر کنه و ما رو شجاع بکنه. متاسفانه اینو وقتی ما حس میکنیم که it's too late. من اشاره به سخنرانی اخیر پرزیدنت اوباما میکنم که در ژاپن وقتی که به دیدن یا به تماشای مقبره یادبود شهدای حمله اتمی آمریکا در جنگ دوم به ژاپن در اونجا وارد میشه، البته صحبت این بود که عذرخواهی بکنه، عذرخواهی نمیکنه ولی ادای احترام میکنه و یک جمله معروفی در اونجا ذکر میکنه که ما الان شاهد رشد علم و افول اخلاق هستیم، که علم وقتی که بسیار پیشرفت میکنه و اخلاق بسیار پسرفت میکنه، اون وقت نتیجهش انهدام و نابودی بشر میشه. و چون اخلاق در زمان ما بسیار از زمانی که جنگ دوم بود بیشتر سقوط کرده و علم و دانش به مراتب از اون زمان فراتر رفته، خطرات بیشتری جامعه بشر رو تهدید میکنه. ببینید دکتر، در عرض این 50 سال این دیجیتال چقدر پیشرفت کرد، چه آیفون هایی اومد، چه کامپیوتر هایی اومد. حسابشو بکنید 500 سال دیگه چه خواهد شد. تازه به قدر یه ارزن دانش خدا نخواهد بود، ولی پروردگار این دانش رو به بشر نداد، چون دانش هلاکت میاره بدون اخلاق. ولی متاسفانه ما فکر کنیم علم و پیشرفت اخلاقی درش نیست. نه، اخلاق باید باشه، ولی عوض نمیشیم، محیط دورمون عوض میکنیم، الاغو میکنیم، ماشینو میکنیم، هواپیما، ولی خودمون همونیم، یه موجود ناچیز. ما به دقایق پایانی این بخش از برنامه رسیدیم. مژده‌ای که برای شما بینندگان ارجمند دارم به یکی از مهمترین موضوعات تاریخی در ساعت دقایقی بعد از 6 بعد از ظهر، بعد از چند دقیقه تنفس ما، به یکی از بزرگترین وقایع تاریخی در همه تاریخ بشر میپردازیم و اون جنگ‌های طولانی صلیبی بین کاتولیک ها و بقیه دینداران. یعنی جنگی بود که به غلط به اون گفته می شود که جنگ مسیحی ها صلیبی ها بر ضد غیر مسیحی ها بوده، در حالی که هرگز چنین نیست. و ما نباید که به عنوان مسلمان خودمون رو تنها آماج و محکوم و قربانی این حمله ها بدانیم. بقیه مسیحی هایی هم که کاتولیک نبودند به همراه یهودیان، به همراه مسلمانان، این سه گروه قربانیان این جنگ بودند، جنگ ها بودند. البته تعداد مسلمان ها به مراتب بیشتر از تعداد دیگر قربانیان در این جنگ بود. اونا به این تعداد نبودن، مسلمان ها بیشتر بودن و بیشتر کشته دادن. همینطوره. و این موضوع مهم رو ما چند دقیقه دیگه پی خواهیم گرفت و فکر میکنم یکی از برنامه های بسیار جالب و آموزنده باشه. دوست ارجمند من در اون برنامه هم با من خواهند بود و ما بعد از اینکه برنامه رو گشودیم به شما پیشنهاد میکنیم که روی خطوط تلفنی ظاهر بشوید و حاضر بشوید و با ما صحبت کنید و نظر بدهید نسبت به مطالبی که میشنوید و اگر سوالی یا توصیه‌ای دارید با ما در میان بگذارید. ختم این قسمت از برنامه را اعلام میکنم.
چند دقیقه بعد از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا باز می‌گردیم و با شما خواهیم بود. من به اتفاق دوستم در این قسمت برنامه که برنامه نقد عقاید هست با شما خداحافظی می‌کنم. برنامه دیگر زیر عنوان پیوند با مردم خواهد بود. خدا یار و نگهدار. امیدوارم خاطر کسی رو کدر نکرده باشید. انشالله. اگر هم شده باشه حتما روشن خواهند شد. که هر بندی که بر بندی به در رانم به جانم تو، که هر بندی که بر بندی به در رانم به جانم تو، نخواهم عمر فانی را توی عمر عزیز من، نخواهم جان پرخم را توی جانم به جانم تو.